اینا مثال بگیرم اتو اینا جلال اینا بوریا کارچکا گرتی پیوز گرتی این آموزگاران در شهری کلوب رویخط قرض هایشان در دست معاش دو ماهه پرداخت نشده اشان را انتظارند. آنها میگویند دوام این دو ماه مجبور شدند که برای پیاز، کارتوشکا و دیگر لوازمات روزگار قرض گیرند تا خانواده اشان گرسنه نماند. ماهی سیم است که تا حال ما مبلغی کاری گرفتگی نیستیم و از جهتی من امین معاش نرسیدن به حد تنقیسی اذیت کشیدیم. همکاران امامعلی هم میگویند نپرداختن معاششان آنها را نگران کرده است، چون بعضی اشان از بانک هم قرضدار بودند. مخصوصا انداز باید بوغاکترش میگه که میگه اخی همین قشلوق دا میوان میخرن، ما خرید اخریم طلبه را کشتا خدا بچو نمیشوه، ما همه چیزا میخریم، پمیدور بودین رنگ شهروری، ما همه وقت بعد معاش سری ما تامین کردنم. شخصا مخدم دختره که اینوالی دارم، اینا 31 ساله اینوالی دارم، ما برای هر دارو خردن او قیبته که شر قرض میگیرم. اینا حوزه فامیلی ما را بیره مگزین ما قیب 200 سم قرضم، اگر بلو قرضم نمیتن میگم معلمی قرض نمیته. اینا معلمه کوچه رو میگه که ما رفتم ما را قرض ندادن. ما معلمیم، دیپلم گرفتیم که با گردن بلند زندگی، وقتی خونه دهقان قرض کنی میرسی گپ ایزو میکشی. اما برخی آموزگاران دیگر میگویند که بیماری کووید 19 برای مقامات یک بهانه شده است. با گفته آموزگاران در گذشته یک ماه با تاخیر معاش میگرفتند، بعد این بیماری الکی تا 3 ماه طول کشیده ایستاده است. میرزا علی سعیدوف آموزگاری دیگر میگوید که در مکتب آنها زیاده از 70 نفر کار میکند و همه دستنگری معاشند. اثر اسیران میگه که آهی در دلود من گر بیرود تو به فلک، تو سراخ شود و از آسمان به زمین آید ملک. روز دیگر به گجوی شکایت میکنی، میره عرض میکنی، میگه که سم نیست، اول شهر تامین میکنیم بعد دیخوتا. روز دیگر دل داده شدیم، همین کاروی که آزی میکنیم دل من موندگی اومن نمیشه زندگی را به پول و به خروق تصویر کردن. زیمنان این باری اول نیست که آموزگاران در شهر و نواحی منطقه کلوب از نگرفتن معاششون شکایت میکنند، ولی مقامات نپرداختن معاش آموزگاران را به اجرا نشدن نقشه انداز وابسته میدانند.